عرض ادب و احترام به نام خدا. پاکستان شرایط خاصی رو میگذرونه. ما یک تقابل رو داریم با دولتی که رو رأس کاره به نام شهباز شریف و یک عمران خانی که اپوزیسیون این دولت. همیشه خانواده شریف در پاکستان در بود سیاسی یک وزنه سنگین بودن. میدونید خاستگاه سیاسی پاکستان پنجابه، جریان های سیاسی از اونجا روش میکنن، محدوده که خودش سروزیر داره، انتخابات خودش رو داره. خب تو یک مقطعی خانواده شریف زندانی شدن به بهانه ها و اتهام های فساد. خب زمان فکر کنم پرویز مشرف بود عربستان، درخواست کردن خانواده بیان توی عربستان ساکن شن. اینا رفتن تو اون جغرافی عربستان تبعید بودن. تو اون مقطع عمران خان به یک بار رشد سیاسی خوبی کرد، قهرمان کریکت بود، دنبال کننده مواد سیاسی بود، رشد کرد و هرچی که رفت جلوتر تونست حزبش رو در واقع بیاره مطرح کنه، دایره سیاسی اون تشکیل بده و در نهایت نخست وزیر شد. اما خارج از دعواهایی که در گذشته بین جریان بوتو بود، خانده بوتو، خانده شریف، اینو رقابت‌های داشتن نظامیون، خب ارتش رو دست کم نگیرید، در نهایت تصمیم گیری در پاکستان همیشه ارتش بوده. ولی یه تفاوتی داره، بعد از اینکه عمران خان رو کنار زدن به یک باره 20 نفر از 20 و اندی از نمایندگانی که منتسب به حزب عمران خان بودن چرخش کردن و عمران خان از اکثریت افتاد، استیضاح شد، برداشتنش و شهباز شریف اومد. یه اتفاقی که افتاد اینه که شهباز تا پایان یک سال میتونست نخست وزیر باشه، بعد اون موعد دوره عمران خان تموم شد، انتخابات مجدد شروع شد. یه اتفاقی افتاد، شما در طول این 8-9 ماهی که فکر میکنم شهباز شریف اومده شاهد چند نکته هستید. یک، در داخل، دو، در بیرون. ما با شهباز شریفی روبرو هستیم که از سیاست گذاری های نزدیک به غرب میزان محبوبیتش کارش پیدا کرد. یعنی چی؟ یعنی این پاکستان مشکلاتی داره، همیشه مشکل داشته. پاکستان ابعاد اقتصادی خیلی مشکل داره، منابعش محدوده، جمعیت کثیری داره، تنگنای جغرافیایی داره، هزینه ها خیلی سنگینه برای پاکستان. حالا این پاکستان یک وامی میخواست بگیره بانک جهانی، بانک جهانی ساختار غرب همینه دیگه، گفت یارانه که به مردم تو انرژی میدید رو بردار، این اصلاحو بکن، اون اصلاحو بکن، اینو بکن، همه رو انجام داد. ولی فشار رو مردم دیگه، فشار رو مردم، این سیاست گذاری ها. ولی چیزی هم عایدش نشد. همیشه آمریکا میخواد 2 میلیارد دلار وام بده، 100 تا چیز میگه انجام بدی، باز 10 تا دیگه اضافه میکنه. همین اتفاق افتاد. چهار به جای رسید که آقای باجوا رئیس ارتش زنگ زد صحبت کرد با آمریکایی‌ها و صحبت کنین فرایند سریع‌تر بره، کار راه نمیفته اینجوری. ببینید این سیاست گذاری های نزدیک به غرب باعث شد که خود شهباز شریف که از بود اون محبوبیتی که خانده شریف از جریان سیاسی که داشت بعد از اومدن عمران خان این کاهش پیدا کرده بود، بخشی از اون جریان رو عمران خان گرفت، منتها خود این سیاست هم شهباز رو سزیفتر کرد. دلیلش چیه؟ بریم به داخل پاکستان. توی پاکستان انتخاباتی انجام شد، مثلا 2 ماه پیش انتخابات مجلس خود پنجاب بود. خب عمران خان با اقتدار فکر کنم 24-25 تا کرسی 19 تاشو گرفت، 20 تاشو گرفت، 4 تا نزدیک به حزب مثلا شهباز شریف که یه دونه مستقل اومده تا این دست. سروزیر رو مثلا آقای عمران خان تعیین کرد حزبش، البته اونجا می جریان شکل گرفت، سروزیر دیگه رو گذاشتن به بهانه هایی. بعد آقای عمران خان شکایت کرد، توی بحث قضات رأی گرفت، سروزیر رو گذاشت. توی چند روز پیشم، هفته پیشم انتخابات ایالت های دیگه، باز عمران خان با فاصله ای کرسی ها رو یک به یک گرفت. انتخابات هم نزدیکه، 3 ماه فکر میکنم زمان مونده اگه اشتباه نکنم.
حالا ما با یه خانه یه دیگه فرایندی رو هستیم. دولتی که میزان محبوبیتش کاهش هم پیدا کرده، در رقابت‌های انتخاباتی پارلمانی و نمایندگان و استان هم باخته با اختلاف و میدونه پشتوانه مردمی نداره، انتخابات پیش رو عمران خان شکست خواهد خورد. این از دو تا فرایند داره. یک، حذف عمران خان از انتخابات پیش رو. خب نماینده که عمران خان اشاره کنه و بیاره چی؟ اونم میتونه رأی از اینا بگیره. پس حذف یک جریان سیاسی به نام عمران خان و حلقه های پیرامون مطرحش. اینجاست که پرونده‌های گشوده میشه. مثلا کمیسیون انتخابات پاکستان اشاره کرد که آقای عمران خان 5 سال از هر گونه فعالیت سیاسی محرومه. چرا؟ اینا احزابی دارن، مثلا از خارج کشور پاکستانی ها کمک به حزب میکنن. این کمک های به حزب رو بهونه کردن برای در واقع فضای حذف عمران خان. یاد من دیدم یک سری از سیاسیون نزدیک به عمران خان رو هم با اتهاماتی روبرو کردن در اون فراخوان هایی که توی خیابان داره بود آقای عمران خان. حالا به هر حال نکته اینجاست، ما دو جریان قدرت توی پاکستان داریم، یه جریان سوم هست آخر سر میگم. مثلا آقای شهباز شریف با دولتی که مستقر هست، توانایی که داره، میاد توی مثلا بحث شورای تعیین انتخابات سیاست انتخاباتی عمران خان حذف میکنه، بعد عمران خان میره توی دادگاه قضا شکایت میکنه، اون بر میگردونه. این دعوایی هستش که ادامه داره و حذف عمران خان ساده نیست. این بار یه تفاوتی داره، همیشه ارتش در نهایت ورود میکرد، یه سرکوب اون چیزی که میخواست انجام میداد، همه عمران خان رو هم به راحتی حتی ارتش نمیتونه کنار بذاره، واقعا جنگ داخلی میشه. 2 میلیون نفر فراخوان داده بود خیابون. 2 میلیون نفر خیلیه، خیلی زیاده کف خیابون. حذف عمران خان واقعا جنگ داخلی، حتی ارتش هم اگه ورود کنه حجم رو یه وقتی هستش، حالا یه اتفاقاتی میفته، یه اعتراضاتی شکل میگیره، ارتش سرکوب میکنه. اون هست، من قبلا توی پاکستان دیدیم دیگه، پاکستان کشور کودتا هاست. تو همین 7-8 دهه عمر تشکیل پاکستان 4-5 کودتای رسما کودتا انجام گرفت. اونتا نکته اینجاست که این عمران خان یک فضای ملی گرایی ایجاد کرده، بر اساس اصل عزت پاکستان در مقابل تحمیل سیاست هایی که غرب به پاکستان میکنه. کاریزما هم داره، محبوب هم هست. بعد دولتی هم که اومد در رأس کار در جای عمران خان قرار گیره، بد کار کرد. الان تازگی ها یک کمی شرایط بهتر دارن بازی میکنن. من دیدم که پاکستان نزدیک شد به روسیه، این پاکستان کاری که عمران خان سال گذشته می‌خواست بکنه، میزان ورودی گاز به پاکستان از سمت روسیه هم از محور ایران هم از محور ازبکستان داره شکل میگیره. آمریکایی‌ها یه فشاری آوردن به شهباز، بیشتر از این نمیتونن فشار بیارن، گفتن که پاکستان چرا باید اتمی باشه، ما کجا بدونیم این تکنولوژی رو یا بمب اتمیشو نده، حفظ امنیت در واقع اتمی پاکستان مورد شایبه است. خب حجم پاسخگویی و اعتراض پاکستان هم خوب بود، خوب جواب داد شهباز، سفیر رو احضار کرد، سفیر پاکستان و مقامات ارتش اعتراض سنگین کردن، دمشون گرم. الان اینا دارن بهتر بازیگری میکنن، اما به این روندی که اومدن رفتن به سمت گرفتن وام، آخه 2 میلیارد دلار رو شما میتونستی با میزانی از در واقع سطح روابط نزدیکتر با عربستان، امارات، روسیه، ایران، چین، اینا رو میشد تامین کرد. من معتقدم میشد. چطور؟ تو 2 میلیارد دلار وامو برای چی داری میگیری؟ وام انرژیه، برای خرید انرژی. خب ببین الان
نفت و گاز و اینا گرون شده، این کشورها خیلی سخت نفت و گاز ندارن، هزینه خیلی میره بالا، کسیه بودجه شدید میشه، فشار به مردم زیاد میشه. میتونست همون بازی که عمران خان کرد بازی کامل درستی بود. این 7-8 ماه سوزونده شهباز، روسیه گازش قطع به سمت اروپا میداد بهت با کمترین قیمت، تازه اقساطش میکردی چند ساله، چیکار داشتی بری یارانه رو بعد این فشار رو مردم بیاری؟ میزان محبوبیتت نسبت به عمران خان پایین بود، پایین تر هم اومد. این بازی اشتباهه. حالا اون فضای انتخابات پیش رو میدونی قطعا میخوای ببازی، میری به سمت حذف عمران خان از فضای سیاسی. این یک درگیری شدید رو پاکستان ایجاد میکنه که اصلا برای ما خوب نیست. هر چقدر کشورهای پیرامون ما در آرامش باشن برای ما نکته مهمیه. و امیدوارم پاکستان به این سمت نره، چون این چندمین باره که میخوان تو فرایند قضایی عمران خان رو حذف کنن. البته جریان قضایی در پاکستان تا الان خوب کار کرده، حتی بحث حقوقی هم عمران خان رو حذف نکردن، چون اصلا حقوقی هم حذف شدنی نبود، یعنی اتهامات که زده میشد اتهامات تایید شده و کاملا جریان سیاسیه دیگه. اینو که من محمد نریمی در ایران میتونم بفهمم، افرادی که تو خود دل پاکستان هستن که کامل میدونن. بعد ببینیم، من این 3 ماه رو در پاکستان 3 ماه خیلی ترسناکی میدونم. اگه پاکستان بتونه از این عبور کنه، از این اتفاقات خیلی تلخی که میتونه دامنشو بگیره، اگه بتونه عبور کنه، پاکستان سال دیگه 2 سال دیگه روزهای خوبی رو خواهد دید. مجموع منطقه ما تو فضای نظم نوین جهانی که بوریل هم اشاره کرد دیگه، اومد گفت آقا دیگه آمریکا تکشمون نیست، اروپا ابزارش از دست داده، اروپا ترسیده، الان دنیا چند قطبیه. ببینیم تو این دنیای چند قطبی کشوری مثل پاکستان، کشوری مثل ایران نفس خواهند کشید، نفس خواهند کشید. این 3 ماهی که در واقع تا 3-4 ماهی که تا فرآیند انتخابات فکر میکنم و ببینم تاریخ دقیقش رو ببینم مونده، باقی مونده، برای پاکستان خیلی مهمه که میتونه روزهای خیلی بدی رو رقم بزنه، تبعات و هزینه سنگینی رو دست پاکستان بذاره. من معتقد هستم که آقای شریف باید سعی کنه برای بردن انتخابات، نه اینکه عمران خان رو حذف کنه، اگر میخواد انتخابات رو ببره تصمیمات سیاسی درستی بگیره مستقل از غرب، و این مسیر 1 سال و تو این فضا دنبال میکرد و رفت سمت این که به غرب نزدیک بشه. از غرب چیزی براش ایجاد نشد، 6-7 ماه از دست داد، و این 2-3 ماه جایی هستش که شاید بتونه میزان رأی و آراش رو بره بالا. اما با فضایی که داره ایجاد میکنه، خودش داره عمران خان رو در واقع مظلومتر نشون میده در جامعه پاکستان، و میزان رأی و اون تحت تأثیر قرار گرفتن جامعه پاکستان وزن عمران خان رو بالاتر هم خواهد برد. من اینجا به عنوان تحلیلگر طرفداری عمران خان یا شهباز شریف رو نکردم، چون من تحلیلگرم، اینجا دارم روند داخلی پاکستان رو توضیح میدم. به هر حال نزدیکی عمران خان به سیاست‌های ایران و سیاست‌های بلوک شرقی برای من تحلیلگر خیلی مطلوبه، اما شهباز هم یه شیفت به این سمت رو در ماه پیش رو انجام داده. این هم بهتون بگم. حالا این شرایط پاکستان، من این 3 ماه رو آرزو میکنم عاقبت به خیر بشن، پاکستانی ها به خیر بگذره، یه انتخابات برگزار شه و هر کسی که برنده انتخابات هست قبلش با یک درگیری و جنگ داخلی و هزینه داره و ما امروز واقعا نیاز داریم کشور همسایمون خیلی آرامش داشته باشن، خیلی نیاز داریم. آرزوی بهترین ها رو دارم، به خصوص تو این 3 ماه پیش رو برای پاکستانی ها. دنبال کنیم ببینیم چی پیش میاد، فعلا که افق خوبی دیده نمیشه برای نزدیکی انتخابات و ممکنه به اکبار پاکستان منفجر بشه اگر همین فضا رو بخوان ادامه بدن، چون هی پرونده رو پرونده دارن برای عمران خان درست میکنن. آخرش هم امروز دیدم یکی به اتهام قتل از آقای عمران خان شکایت کرد. اینا اخبار خوبی نیست برای پاکستان. ببینیم به کجا پیش میره. آرزوی بهترین ها برای پاکستان و مردمانش. پاینده ایران، همیشه ایران برای ایران.